با درود خدمت شما بزرگواران امیدوارم که حالتون خوب باشه پیرو سالات دوستان در مورد حوادث خاور میانه میخواستم به چند نکته اشاره کنم جنبندی نکاتی هستش که تا یکی دو سال گذشته خدمتون ارائه دادیم قبل از اینکه بازی حماس در هفت اکتبر علیه اسرائیل آغاز بشه و گفتیم دوران افراطیگری در خاور میانه تمام شده و خاورمیانه میانه نوین باید آری یا خالی از هر گونه جریان افراطگرایی باشه. برصد 40 45 سال برای این منطقه جنگ به حال مسلمان حراسی ایجاد کردن و در سطح رسان خاور میانه رو به عنوان یک جایگاه تروریست پرور معرفی کردن ولی بعد از تقریبا از سال 1398 تا به امروز تلاش شده خاورمیانه به گونه دیگه اداره بشه و برای تغییرات بنیادی در قاره سبز قاره اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا و ایجاد نظم نوین، نظم نوینی که مبتنی بر کپیتالیست کمونیستی هست، تلاش کردن یک منطقه رو یک قطب جدید ایجاد کنن که بتوانن برای مدتی تا به قول معروف صاف شدن و تغییرات ماهیت در غرب ایجاد بشه بتوانن این منطقه رو برای خودشون آروم نگه دارن برای همین نقشه خاور میانه قرار تغییر بکنه و روابط در خاور میانه هم دستخوش تغییرات قرار خواهد گرفت به طوری که عربستان ترکیه ایران و اسرائیل میبایستی در یک اتحاد برصورت یا روی بازی یا پشت بازی با هم همپوشانی کنن و هر کدوم از این قطب قطبهای اقتصادی و نظامی باید به یکدیگر نیاز داشته باشند که نتوانند علیه هم دیگه بر صورت حمله نظامی کنند یا بتونن دست برتری رو داشته باشند برای همین نقشه خاور میانه در حال تغییر هست و ما اون رو به عنوان ریست خاور میانه در راستای اهداف نظم نوین جهانی معرفی کردیم این چندین فاز داشت فاز اول بعد از ترور سلیمانی آغاز شد و تقریبا فاز دومش بعد از حمله گلوبالیست ها در 7 اکتبر به اسرائیل آغاز شد و به هر صورت وقتی جریان افراطی چه در داخل جمهوری اسلامی چه در داخل اسرائیل خودش رو در شرف حذف شدن میبینه تلاش میکنه نسبت به این مقاومت داشته باشه ما قبلا هم گفتیم دوران اردوغان خامنه ای و پوتین تمام شده و دیدیم که با ایجاد باطلاق اوکراین باطلاق غزه و نهایتا منفوریتی که خامنه ای و برسال نظام جمهوری اسلامی در داخل ایران پیدا کردن به آخر خط رسیدن و باید وظایف محول شده به آنها طی این دوران گذار انجام بشه به هر صورت نتانیاهو هم جزو همین بازی بود ما گفتیم پایان نتانیاهو رقم خواهد خوردش و از 7 اکتبر این بازی رو اعلام کردیم که هم زمانی که جریان‌های افراتی به واسطه یهودیان یه افراتی از بین خواهند رفت با دا ایجاد جنایت و به هر صورت پروپاگاندایی که رسانه های جریان اصلی علیه جریان نتانیاهو ایجاد خواهند کرد منفوریت اسرائیل و جریان تندرو اسرائیل رقم خواهد خورد و یواش یواش اینها حذف میشن و دیدیم که بعد از اون قضیه اتفاقاتی که در غزه افتاد نزدیک به 35 هزار نفر کشته شدن دادگاه لاه علیه نتانیاهو حکم داد و بعد از اون هم به اجازه گلوبالیسم جهانی جمهوری اسلامی موشک پراکنی کرد با اطلاعاتی که با هماهنگی که با دولت بایدن انجام دادن نقاط مشخص شد و این باعث شدش که در منظر عوام جامعه اون اقتدار پوشالی که بر صورت اسرائیل طی 44 سال برای خودش یهودیان افراطی ایجاد کرده بودن برای حذف جریان افراطی نتانیاهو از بین بره و اسرائیل متوجه این قضیه شد جریان افراطی متوجه شد بدون کمک امریکا، انگلستان، فرانسه و جریان گلوبالیستی ادامه حیات براش ممکن نیست و علاوه بر اینکه موشک پراکنی های جمهوری اسلامی توانست بنگاه های اسلحه سازی امریکا را رو یک رونق خاصی ببخشه و بعد از این موشک پراکنی ها که اکثر موشک ها توسط نیروی هوایی و پدافند امریکایی هدف قرار گرفت خیلی از شرکت های امریکایی با قراردادهای بسیار عالی برس رو روبرو شدن و این رو هم میتونیم تشخیص بدیم که چه لابی فشار آورد که به اسرائیل حمله بشه انگلستان و فرانسه هم کمک کردن و در واقعیت این به جهان خلاصه شد که اگر انگلستان، فرانسه و قدرت های بزرگ از اسرائیل حمایت نکنن اولا اسرائیل توان بر صورت دفاعی خودش رو از دست خواهد دادش و بر صورت این حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل توانست معادلات را در منطقه تغییر بده و یک نوع محبوبیتی رو چه در خارج و در داخل توانست برای جمهوری اسلامی رقم بزنه و هر صورت الان افکار عمومی جهان علیه اسرائیل هستش و جریان نتانیاهو در داخل ایران تلاش میکنه به واسطه گشت ارشاد به واسطه اعدام توماج صالحی به واسطه مشکلاتی که ایجاد میکنه هیاهوهای امام جمعه تلاش میکنن این فشار رو از روی اسرائیل بردارن و ولی بعید میدونم موفق بشن و با این جنبشی که جریان سورس در جهان رو انداخته جنبش های دانشجویی که در امریکا، کانادا، آلمان، انگلستان و فرانسه رخ داده جریان چپ داره قدرت خودش رو نشان میده هم به جریان افراطی در داخل اسرائیل که میبایست تغییر ماهیت خودشون رو بپذیرن و کشور فلسطین رو به رسمیت بشمارن هم برای جریان افراطی در داخل امریکا خط و نشان خواهند کشید که بدانید هر زمانی ما اراده کنیم می توانیم افراد را به خیابان آب بیاوریم برصورت همون جریانی که امروز کف خیابون امریکا فرانسه آلمان علیه اسرائیل شعار میدن همون کسانی هستند که جریان جورج فلوید رو راه انداختن همون کسانی هستند که جریان محسا امینی رو در داخل ایران هماهنگ کردن همون جریان هایی هستند که توانستن جنبش جلیق زرد ها رو در جهان برسلا تغییر ماهیت بدن و در سکوت خبری به واسطه بازی کرونا از بین ببرم برسا جریان چپ توانایی داره و می تواند به واسطه ابزار رسانه ای دست برتر رو داشته باشه و اکثر کسایی که امروز کف خیابون امریکا و اروپا هستن توسط بنیادهای چپ و بنیادهای گلوبالیستی مثل جورج سورس حمایت میشن و اینها در آن فشار میارن که بازی ها رو عوض کنن و همون هدفی رو که ما قبلا اعلام کردیم که تغییر ماهیت در خاور میانه و تغییر نوع صورت دولت ها در خاور میانه باعث خواهد شده که جریان های افراتی کنار برن, برن, برن برصورت با ایجاد دولت فلسطین که محتملا شکل خواهد گرفت برصد الان میبینیم که نتانیاهو خط نشان میکشه برای حمله به رفع ولی محتملا با این فشار جامعه بین المللی که علیه نتانیاهو برپا شده و عملا داریم میبینیم که نتانیاهو در جهان سیاست تنها هست و افراتیون یهود تنها هستند در دوراهی سقوط و در در دوراهی سقوط قرار گرفته یعنی از هر طرف که برسا حرکت کنه ساقط خواهد شد چه از حمله کنه به رفح و جنایت بیشتری رو انجام بده به واسطه اون فشار بین و هر و همزمان هم اگر در داخل حمله به رفح نکنه و با فلسطینیان صلح کنه حزب یهودیان افراطی از داخل کابینه او رو ساقط خواهند کرد. بر این یک بازی هستش که جریان دانشجویی ها را زیاد جدی نگیریم ببینیم که جمهوری بنت فقی عملا داره روی این بازی ها مانور میده و با بیشرمی تمام یعنی عملا واقعا نمیدونم چه جمله رو در قبال این نظام و این ارزشی های ولایی به کار ببرم که چگونه از این جنبش دانشجویی یاد میکنم به طوری که دو سال سه سال چند سال پیش این حجم از مردم بیگناه رو برای اعتراض ها کشتن و آمدانه امروز به خاطر دستوری که گلوبالیست دادن دارن روی دانم. به حال جنبش های دانشجویی مانور میکنن ای یک مختصر و برصورت خلاصه بود اتفاق که قرار رخ بده و به هر صورت این جریان از اون برم میبینیم که دادگاه ترامپ داره بیشتر میشه و فشار در پیشرفت کردنه و خواهر میانه در کل باید تغییر ماهیت بده ما این رو بازی رو قبلا هم گفتیم و باز هم تکرار خواهیم کردش که تا 1404 این بازی در داخل ایران ایجاد خواهد شدش و جریان نتانیاهو هم به هر صورت اگر کنار نرود و به حال ایجاد معضل بکند محتملا شاید از سمت حزب الله یک فشار دیگه وارد بشه ممکنه مثل حوسی ها اعلام جنگ بکنند به حال الان حوسی ها یکی از معبزار های گلوبالیست جهانی هستند که در چند فرایند و در چند اهداف دارن به این نظم نوین کمک میکنن برشاد این مختصر بود از به مرور این چند ماه وقایی که در حال رخ دادن هست و اگر هم باز هم سوالی بود میتونید در دایرکت یا در کامنت ها بفرمایید و ما در این مورد تلاش میکنیم که ویدیوهایی رو در مورد سوالات شما خدمتتون ارائه بدیم